القدر وما نحن نزلنا الذكر وإن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لولیه و شکر و علا نعمائه و الصلاة و السلام علا سید انبیائه البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا احمد و نبینا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. جریان کار یوسف و زلیخا بعد از اینکه عزیز مصر زلیخا رو محکوم کرد، حالا از چه طریقی معلوم نیست. هر حال خیلی مشکله که انسان بخواد یه چیزی رو پنهان کنه. بالاخره کشف میشه، نشر پیدا میکنه. از کجا نشر پیدا کرد دیگه در روایات یا در تفاسیر چیزی در این زمینه گفته نشده. زودتر از همه جا این قصه در بین زنان نشر پیدا کرد، چون قصه زنانه بود. قال نسبتون فی المدینه امرأت العزیز تراود و فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. زنها شروع کردن زمزمه کردن و گفتن قال نسبتون، یعنی یه زن نگفته، زنانی گفتن که در مدینه بودن، یعنی در مصر. گفتن امرأت العزیز تراود و فتاها عن نفسه، یعنی زن عزیز مصر، ملکه عزیز مصر، یک مراوده با جوانی پیدا کرده، جوانی که تو دربار تربیت شده. تراود و فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، کم کم نتیجه این مراوده و گفتگو رفت و شد این شد است که علاقه شدیدی زلیخا به یوسف پیدا کرده که انهو در پرده قلبش اثر گذاشته، یعنی دیگه در حد نهایی علاقمند به یوسف شده. حالا آیا خوب این کار یا بده؟ گفتن انا لنراها فی ضلال مبین. زنای مصر زلیخا رو تخطئه کردن، گفتن در گمراهی قرار گرفته. و به دو دلیل، یکی اینکه زلیخا زنی است که شوهر داره، اونم یه شوهری مثل عزیز مصر، علاوه
شأن یک ملکه نیست که دلبستگی پیدا کند به یک برده، به یک غلام. از دو جهت در ضلالت و گمراهی است. چیزی هم نیست که کسی نفهمه و نتونه بفهمه که این گمراهی است. همه میفهمن و میدونن. این قضیه بین زنان مصری نقش پیدا کرد. حالا یک مطلبی که به نظر من از این آیات استفاده میشه این است که وقتی زنها این قضیه رو شنیدن گفتن لابد اون جوان یه چیز فوق‌العاده است و الا زن عزیز مصر، ملکه‌ای که خودش اینقدر زیبایی داره، اینقدر بی‌سلیقه نیست که به یک جوان عادی دل بسته باشه. یه چیزیست که فوق‌العادگی داره که زن عزیز مصر بهش دل بسته. از آیات استفاده میشید که اونها هم زمین چینی میکردن، داشتن یه نقشه و طرحی میریختن که دست به یوسف پیدا کنند. وقتی که یوسف نظر ملکه رو جذب کرده باشه پیداست که خب مورد علاقه نوع زنها قرار خواهد گرفت. داشتن نقشه می ریختن که دست پیدا کنن به یوسف. خبر رسید به گوش زلیخا. از اون طرف هم حالا دارن زلیخا رو ملامت می کنن، سرزنش میکنن، محکومش میکنن. از این طرف هم خداشون دارن نقشه میریزن که یه جوری رابطه برقرار کنند. زلیخا مکری کرد که یه جوری هم خودشو تبرئه کنه و هم زنا رو تهدید کنه که زنا هوس نکنن با یوسف رابطه برقرار کنن. دو تا کار کرد. یکی این که رسوند که علاقه من به یوسف از بین نرفته. یکی هم تهدید کرد که از تهدیدش برمیمد که میخواست به زنا حالی کند که شما نمیتونید به یوسف دست پیدا کنی و اونها را ناامیدشون کنه. خب حالا اول خودشو میباید تبرئه کنه که زنها بگن حق به جانب زلیخا بود، حکم غیابی برای زلیخا صادر نکنن و بی جهت زلیخا رو ملامت نکنن. فلما سمعت به مکرهن، وقتی به گوش زلیخا رسید که زنان مصری دارن نقشه پیاده میکنن، مکر میکنن. فلما سمعت به مکرهن ارسلت الیهن، مأمور فرستاد که برن زنا رو دعوت کنن. و تعدد لهن متکئا، یعنی مجلسی آراست که اطراف اون مجلس رو متکا گذاشت، یعنی اینا بیان بنشینن و ازشون پذیرایی بشه. دیگه بقیه شو نگفته که بنشینند و ازشون پذیرایی بکنند و ترنج بیارند و این حرفا رو دیگه قرآن مطرح نکرده.
یه مجلس رو آراستند به این کیفیت که متکاها رو گذاشتن که زنان مصری بیان به این متکاها لم بدن و این مجلس اداره بشه به این کیفیت. و اعتدد لهن متکاها. بعدم دستور داد که به دست هر یک از این زنان یک کاردی بدهند. و آتت کل واحدت منهن سکینا. به دست هر یکی از اینا یک کارت داد. بعد قالت اخرج علیهن. حالا قرار شد بر این که یه جوری به زنان مصری بفهموند که شما اگر جای من بودی به همین حال می رسیدی و مرا ملامت نمی کردی. به یوسف گفت بیا از وسط این جمع رد شو. اخرج علیهن. فلم ما رأینهو اکبرنهو. شنیده بودن یوسفو، با چشم که ندیده بودن یوسف را. وقتی چشمشون به یوسف افتاد اکبر نهو. اکبر نهو یعنی در زیبایی او رو به بزرگی دیدند، یعنی دیدن خیلی زیباست، بیش از حدی که بشه تصور کرد. اکبر نهو. اینقدر اینها شیفته یوسف شدند که یادشون رفت که کار دستشونه و ترنج. به جای اینکه ترنجا رو ببرن قطعن ایدیهان، نه دستاشونو بریدن و متوجه نشدن که دستاشونو دارن میبرن. قطعن ایدیهان، نه این جریان که اتفاق افتاد، اونا رو یوسف قضاوت کردن که انصافاً در زیبایی نظیر نداره. اینو قضاوت کردن. خداشون هم دستشون رو بریدن، فرصت به دست زلیخا رسید. اینجا به رخ اینا کشید که منو چرا ملامت میکنی، شما که بی طاقت میشید دستتون رو میبرید دیگه چرا منو ملامت میکنی. فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن حاش لله ما هازا بشرا. گفتن این که بشر نی، این هازا الا ملکون کریم، این یک فرشته است که خیلی هم کریمه، محترمه، آغاز بزرگواره. این هازا الا ملکون کریم. قالت فذلکن الذی لمتننی فی. گفت این غلام همون است که مرا به خاطر او ملامت میکردید، میگفتید که زلیخا در گمراهی است و چرا باید عزیز زن عزیز مصر، ملکه مصر، بیاد شیفته یک برده و غلام بشه. فذلک الذی لمتننی فی. بعد این جمله رو گفت، قول لقد راودته. نه اینکه فکر کنید که او یه وقت سوء قصدی نسبت به من داشته، من با او مراوده پیدا کردم، یعنی قضیه رو علنیش کرد که بله من با این ارتباط برقرار کردم. به نظر من اینو برای این گفت که اونا بدونن حالا که مورد علاقه زلیخاست، اونا دیگه در یوسف طمع نکنن.
گفت که انا راودته عن نفسه فاستعصم، این خودشو حفظ کرد که آلوده نشه، و الا من، بله من از طرف من رابطه برقرار شد، این خودشو حفظ کرد. ولئن لم یفعل ما آمرو لیسجنن ولیکون من الساقرین. و الانم همین جوره، فکر نکنید که من رابطه ما با یوسف قطع کردم، اگر اونی که من بهش دستور میدم این غلام منه، اگه اونی که بهش دستور میدم عمل نکنه یا باید زندان بره و یا اینکه تحقیرش میکنیم، یعنی خلاصه شخصیتشو خورد میکنیم، یکی از این دوتا کار. خب حالا اینجا زنان مصری پیش خودشون چی فکر میکنن؟ که این رابطه قطع نشده، هنوز این چشم داشته به یوسف داره، داردم تهدید میکنه که اگر به خواسته من عمل نکرد زندانیش میکنم و تحقیرش میکنم و شخصیتش رو خورد میکنم. به این وسیله به اینا میخواست حالی کنه که شما یه وقتی نقشه و طرحی برای ارتباط با یوسف نداشته باشی. یوسف احساس کرد که زلیخا که هیچ، زنای دیگم بهش طمع دوختن، وقتی قضاوت کنن که ان هاذا الا ملک کریم، اونام یوسف مورد علاقشون واقع شده. یوسف خیلی ناراحت شد که اون روستالا ما گرفتار یه زن بودیم، حالا ببینید که گرفتار یه مش زن شدیم، چه خاکی به سرمون بکنیم، چیکار بکنیم؟ اینجا باز درس توحیده که ما بدونیم در موقعی که مشکلاتی پیش میاد و تمام راه به روی ما بسته، هیچ راهی دیگه غیر از این که با خدا ارتباط پیدا بکنیم نداریم، و باز بر میگردیم به همون مسئله انقطاع که تا انسان از خلق نبره به طور کامل با خدا ارتباطش برقرار نمیشه. مناجات با خدا کرد، قال رب، کلمه رب کلمه ایست که تمام انبیا وقتی میخواستن دعا کنن با کلمه رب آغاز میکردن، که حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت یونس و و امثال ذالک انبیا مثل سلیمان، حضرت داوود، زکریا، اینایی که در قرآن دعاهاشون رو نقل کرده تمام با کلمه رب دعا رو شروع کردن. حضرت نوح گفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. حضرت ابراهیم میخواست دعا بکنه، عرض شود که باز کلمه رب دعاشو آغاز کرد. چرا؟ این که نیازهای ما رو برطرف کنه کار مربی است، و مربی اسمش ربه. یوسف گفت ربه. از سجنو احب و الی مما یدعوننی الی، خدایا زلیخا تو حرفاش وعده زندان داد و من زندان رو بیشتر دوست دارم از اینکه گرفتار این زنها بشم و اینها مرا از راه بدر بکنن. واقعا این نیست مگر به خاطر اینکه خدا رو میشناسه، ایمان به خدا داره، ایمان به قیامت داره، میدونه اگر اینا گرفتارش کردن
اون عظمت و اون مقام نبوتش از دست خواهد داد. گفت رب سجن حب و الیم ماید اوننی الی. بعد و الا تصرف انی کیدهن اصب و الیهنه. خدای کار خطرناکه، اگر این بلا را از من دور نکنی و نه برنگردونی، ممکن منم بشرم، منم غرایز جنسی دارم، ممکن نعوذ بالله اصب و الیهنه منم به اینا تمایل پیدا کنم و دیگه ایچی هستیم و سرمایم از دستم رفته. و اکم من الجاهلین، منم میام در زمره آدم های جاهل. آدم های جاهل حساب خدا و قیامت را نمی کنن و بی محابا و بی پروا دست به معصیت می زنن و منم میشم جز همون گروه. نمیخوام اینجور باشم. محضرتون عرض کنم که خب وقتی کسی از رو سوز دل در حال اضطرار با تمام وجودش از خدا چنین خواسته ای داشته باشه، فاستجاب له ربه، خدا دعای یوسف رو مستجاب کرد. فصرف عنه کیدهن، یعنی کاری کرد خداوند که اینا دیگه از یوسف مایوس بشن و سماجت به یوسف دیگه نکنن و این بلا برگرده از یوسف که دیگه اینا طمعی به یوسف نداشته باشن. انه هو السمیع العلیم، خدا شنواز، خدا بیناز. ولو اینکه صدای مظلومیت یوسف به گوش مردم نمیرسه، اما خدا میشنوه. خدا آگاه است از اینکه الان در چه شرایطی یوسف قرار گرفته. خدا آگاه است از اینکه یوسف التجایی به خدا کرده و دست به دامن خدا شده است که از این مهلکه نجات پیدا بکنه. خدا سمیع و علیمه. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه. حالا زمینه مساعد شد که یوسف رو زندانیش کنن. اینجا از شاه اومده بیرون، رفته تو دربار، از دربار داره سرازیری میشه به طرف زندان. دو مرتبه مشکل آغاز میشه. حالا زندان برای یوسف تعلق نیست. چرا؟ دیگه روحش از دست این زنا آزاد میشه. ولو جسمش در محدوده زندان قرار میگیره، ولی روحش آزاد میشه. دیگه فشار وجدان نداره، یه نگران دین و ایمان و آخرتش نیست. او رفته تو زندان، دیگه راحت تو زندان زندگی میکنه. چند سال؟ تقریبا حدود 9 سال این بنده خدا گرفتار زندان شد و تو زندان صبر و حوصله کرد. اما بالاخره همین پروردگار با زمین سازی هایی که کرد از زندان هم 2 مرتبه نجاتش داد و خدا برش گردون به حکومت. 2 مرتبه هم خدا این عنایت رو در حق یوسف کرد. برای 2 بار یوسف گرفتار شد. این یک قسمت و یک فراز از این آیات کریمه که ما درسی را که از اینجا میگیریم این است که ما اگر واقعا ایمان به خدا داشته باشیم، هیچ وقت تنها نیستیم، هیچ وقت گرفتار غربت نمیشیم، هیچ وقت به بنبست نمیرسیم، هیچ وقت
جوری نمیشه که ما راه علاجی نداشته باشیم. اگر خدا رو داشته باشیم همه چیز داریم، دیگه نه گرفتار غربتیم نه کسی میتونه با ما کاری انجام بده. ما باید این ارتباط رو حفظ کنیم، همیشه این ارتباط رو با خدا داشته باشیم و بدونیم هر جا پامون به سنگی کلوخی گیر کرد، اگر همه راه ها بسته باشه یک راه بازه و اون ارتباط با خداست. و خدا هم که میدونید قادر، علیم، سمیع، بصیر، رحیم، نمیذارد بندگانش در بمونن. در سخت‌ترین مراحل خدا راحت‌ترین راه رو برای انسان‌ها باز میکنه، فرج میرسه. منتها این ارتباط باید برقرار بشه. این درس خیلی بزرگیه. منتها وقتی خدا میبیند که یوسف صداقت داره، خودش آلوده نمیکنه و دلش میخواد خودش حفظ کند که گرفتار این زنها نشه. البته خدای متعال به دل بعضی میندازد که یه طرحی بریزن برد یوسف به زندان، و زندان برای بعضی افراد این نعمت بزرگیه. حالا تعریف زندان و یوسف کرده، اون روزی که از زندان آزادش کردن بالا سر در زندان چند جمله نوشت و از زندان اومد بیرون. اینا کاشف از این است که یوسف زندان به مزاجش ساخته. خوشحال از این است که اگر گرفتار است از نظر جسمی، ولی معصیت خدا را نکرده و میارزه که انسان 9 سال در محدوده زندان قرار بگیره اما مخالفت خدا را نکنه. چرا؟ اگر مخالفت خدا را کرد گرفتار یه زندان مخلد میشه که دیگه اونجا خدا هم که بخواد نجات بده دین از اون زندان نیست. خدا دیگه اونجا جای ترحم نیست که بخواد بهش رحم بکنه. اونجا داد میزنه میگه که ای مالک دوزخ از خدا بخواه که دیگه به عمر ما خاتمه بده، نیستمون بکنه. خطاب میشه اقصه و ولا تتکلمون، گمشی، حرف نزنی. خب این میمونه، این کسی که چشم دلش بازه زندان رو میبینه، جهنم هم میبینه. میبینه زندان حد اکثر 9 ساله، جهنم برای همیشه است. این نمیاد خودش از زندان 9 ساله نجات بده و گرفتار زندان مخلد بکنه. عاقل، شعور داره، ایمان داره. این است که زندان 9 ساله رو به خودش میخره و زندان مخلد رو باش وداع میکنه. اللهم صل علی محمد، اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدینا لمن له حق علینا، اللهم اقض حوائجنا واکف مهماتنا، اللهم ایّد امام زماننا، عجل فی فرجه و ظهوره، واجعلنا من اعوانه و انصاره، اللهم ايد علماءنا الربانيين لا سيما المنظورين منهم بجاه محمد وعترته.